بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما، موضوع بحث جلسه عبارت از نوتروپنیای. نوتروپنیا همون قسمی که از اسم معلومه، یعنی کاهش نوتروفیل ها. چی وقت ما میگیم که مریض نوتروپنی داره؟ زمانی که تعداد نوتروفیل کمتر از 1800 فی میکرولیتر بشه یا کمتر از 2000 وزن رفرنسیال، و هر چقدر که شدت نوتروپنی بیشتر باشه خطر انتانات هم متناسب با امو بیشتر. خب درجه بندی که داره گرد یک، زمانی که تعداد نوتروفیل ها بین 1500 تا 2000 باشه فی میلی لیتر ای گرد یک گفته میشه. گرد دو که هست زمانی که باز تعداد نوتروفیل ها بین 1000 تا 1500 باشه. گرد سه زمانی که تعداد نوتروفیل ها بین 500 تا 1000 باشه، البته به اینجا 5000 نوشته اشتباه، 500 تا 1000 باشه. و گرد چهار هم زمانی که تعداد نوتروفیل ها کمتر از 500 باشه. پس این گرد بندی ها چون باشه که هر چقدر گرد بالاتر میره خطر انتانات بیشتره، چون شما میفهمید که نوتروفیل ها رول چی دارن؟ دفاعی دارن در مقابل باکتری ها، در مقابل حادثات التهابی که هست نوتروفیل های که به صحنه حاکم میشن و همو پروسر برطرف میکنن. اما زمانی که تعداد نوتروفیل ها کم باشه خطر انتانات زیاده. خب پس ما و شما باید بفهمید که اسباب نوتروپنی چی هست؟ چی عواملیه که باعث میشه تعداد نوتروفیل ها کم بشه؟ یکی عوامل اکتسابی داره که باز عوامل اکتسابی و میتونه کاهش تولید باشه. هر عاملی که تولید نوتروفیل ها کم کنه، کدام عوامله که باعث میشه تعداد نوتروفیل ها کم تولید بشه؟ یکی عوامل الکیلیتینگ مثل سیکلوفوسفامید، کلورامبوسیل، این دواها که هسته. دیگه انتی متابولیت ها مثل متوترکسات میتونه که تعداد نوتروفیل ها کم کنه. یک تعداد انتی بیوتیک ها مثل کلورامفنیکول، مثل سلفونامید ها، پنیسیلین ها، فینوتیازین ها، مسکن ها مثل میپروبامید که هسته، ضد تشنج مثل کاربامازپین، یک تعداد از دواهای ضد التهابی، دواهای ضد تایروید. پس اینا دواهایی هستند که میتونه تعداد نوتروفیل ها کم کنه و از جمله اسباب نوتروپنی باشه. دوم که هست امراض هیماتولوژیک، مثل از دو جمله مثلا نوتروپنی سیکلیک یا کمخونی اپلاستیک، اپلاستیک انمیا، که در اپلاستیک انمیا میفهمید که تمام ردای خونی کم میشه. همون قسمی که دیگه ردای خونی کم میشه، همون قسم هم تعداد نوتروفیل ها تولیدی کم میشه. و سوم که هست تهاجم توموره، زمانی که تومور به مغز استخوان متاساز بده از قبیل میلوفیبروز. چهارم کمبود تغذیه، مثلا کمبود ویتامین B12، کمبود فولید، به خاطر از اینکه این عوامل در خونسازی خیلی موثره. زمانی که اینا مواد اساسی برای خونسازیه، وقتی که در دست هست نباشه، در نتیجه تولید اجرات خونی به خصوص نوتروفیل ها کم میشه. نکته دیگه که از جمله عوامل اینه که سبب کاهش تولید نوتروفیل ها میشه انتانات، از قبیل توبرکولوز، محرقه، بروسلوز، مالاریا، هیپاتیت های ویروسی، ایدز. اینا هم عواملیه که سبب نوتروپنی میشه. و دیگه پس یکی کاهش تولید بود، علت دیگه تخریب محیطیه. مثلا نوتروفیل به تعداد نرمال تولید میشه اما تخریب میشه، مثلا توسط چی؟ انتیبادی های انتی نوتروفیل یا هایپر اسپلنیزم. دوم امراض اوتویمیونه، و امراض اوتویمیون از اسم مشخصه که اینا تخریب خودی دارن و از دو جمله میتونه که حجرات خونی رو درگیر کنه و اونا رو از بین ببره. مثلا فلتی سندروم، که فلتی سندروم یک سندروم اوتومیونه که سه مشخصه داره: مریض روماتوید آرترید داره، مریض اسپلنومگالی داره، نوتروپنی داره. و
و دیگه خود روماتوید آرترایتیس و اس ال ای یا سیستمیک لوپوس اریتماتوزیس، اینا امراض اوتومیونی هستند که میتونه که تعداد نوتروفیلا را هم کم کنه. و سوم ادویه، یک تعداد دواها که اینا به عنوان هاپتین عمل میکنند مثل فینال بوتازون، الفا میتال دوپا، اینا پس عواملی هستند که سبب تخریب نوتروفیلا ها میشه. نوتروپنی گذری پریفرال پولینگ است. تجمع کرویات سفید خون در انساج محیطی، در انتانات بسیار شدید باکتریایی، در هیمودیالیز و در بایپس قلبی ریوی دیده میشه که ای به صورت گذرای و برگشت بزین. اما شایع‌ترین علت نوتروپنیای ایاتروجنیک کدام دواهای؟ دواهای سایتوتوکسیک، دواهایی که برای تداوی کانسر یا کنترل امراض اوتومیون استفاده میشه، دواهایی که برای شیموتراپی استفاده میشه. پس وقتی که شما برای مریض دوای شیموتراپی تجویز میکنین، یکی از مهمترین عوارض جانبی و همین نوتروپنیای که کاهش نوتروفیل ها ایجاد میشه، این نکته باید مد نظر باشه. نقش دواها پس به دو دسته تقسیم شد، یکی دواهای نان کیموتراپی یعنی دوایی که برای غیر از شیموتراپی استفاده میشه، و دواهای کیموتراپی که برای تداوی کانسرها اینا استفاده میشه. از او جمله مهمترین دواهایی که تاثیر داره همین دواهای شیموتراپی که شامل الکیلیتینگ اجنت های که پیشتر هم گفتیم مثل سیکلوفوسفامید، انتراسیکلین های، آنتی متابولیت های مثل متوترکسات، زمانی که شما برین مریض دوار میدین این آرزه جانبی مد نظر باشه. یا مثلا اگر یک مریض مراجعه میکنه پیش شما میبینیم نوتروپینی داره و دنبال اسباب یا که جستجو میکنیم، این عوامل مد نظر داشته باشیم. دیگه کم تو تسین ها که هسته، دیگه از جمله مهمترین اینا که هسته هایدروکسی یوریای، میتومایسین سیه و وینبلاستینه، اینا دواهایی که بیشتر میتونه سبب نوتروپنیا بشه. نوتروپنی تا اینجی که ما گفتیم اسباب یا پس به صورت اکتسابی بود که یا میتونه تولیدی کم میشد یا اینکه تخریبی زیاد میشد. اما نوتروپنی به صورت ارثی هم میتونه که وجود داشته باشه، از دو جمله یکی کاسمن سندروم و یکی شواخمن دایموند. کاسمن سندروم که هست در این حالت تعداد نوتروفیل کمتر از 100 عدد در هر میکرولیتر، اینا به صورت ارثی. یا شواخمن دایمون که هست عدم کفای پانکراس وجود داره، نوتروپینی وجود داره، سوء جذب در ابتدای زندگی وجود داره، اینا سندروم و تنها نوتروپینی دیده نمیشه، بلکه میبینه که دیگه عوامل و مشکلاتی هم وجود داره. دیگه عوامل مادری از قبیل عبور آی جی جی، مصرف ادویه مثل تیاسید های و فلتی سندروم هم که پیشتر هم گفتیم، روماتوید آرتریت و اسپلنومگالی و نوتروپینی وجود داره. معاینات لابراتوری که هست میشه خب مشخصه دیگه، سی بی سی کامپلیت بلد کانته که مشخص میکنه برای ما. در ابتدا ما از رو همین معاینه میفهمیم که تعداد نوتروفیل ها کمه. دیگه باز انتی نوکلیار انتی بدی برای از اینکه ببینیم آیا این توسط پروسی اوتومیون از بین رفته علتی چی بوده، باز این معاینات اجرا میشه. روماتوید فاکتوره که ببینه آیا پروسی اوتومیون دخیله. سرم ایمونوگلوبولین استادیه. بون مرو اگزامینیشن که آیا ببینیم کدام متاستازی یا ارتشای به مغز و استخوان توسط دیگه توموری شده که آماده مغز و استخوان درگیر کرده و سبب شده که تولیدی و کم بشه یا سبب شده تخریبی و زیاد بشه. اگر که دیدیم مخ عظم طبیعی بود، باز اسباب دیگه هم میتونه اوتومیون باشه، ناشناخته باشه اوتومیون باشه، حتی بعضی موارد ایدیوپاتیک یا ناشناخته هم هسته. دیگه میتونه سپسیس باشه یا هایپرسپلنیزم فرط فعالیت تحال باشه. اگر دیدین که این ای انتی نوکلیار انتی بدی مثبت بود، وقت میفهمین که بیشترین علت نوتروپنی اوتومیونه. دریافتهای کلینیکی، خب خود شما میفهمید که نوتروفیل ها وظیفه دفاعی دارن و در التهابات اینا نقش اول دارن. پس زمانی که تعداد از اینا کم بشه، هم بدن زودی مصاب به انتانات میشه و همی که حادثه التهابی جلوی گرفته نمیشه
و التهاب رخ نمیده. مثلا یکی تب درجه پایین داره، چون نوتروفیل ها به صحنه حاکم نمیشه که اونجی تب بالا بره. دیگه گلودردی ها به علت انتاناتی که در صحنه حاکم میشه. سلولیت ها بازم به علت از اینکه انتانات فرصت مساعد میبینن. دیگه اعراض نمونی های ریکرن سینوزایتیس، ریکرن اوتایتیس میبینیم وقتی که نوتروفیل ها تعداد کم شد، پس تمام همه حادثات انتانی هم به صحنه چی میشه؟ متبارز میشه. خب تداوی چیه؟ در قدم اول شما همو ادویه سببی از اون قطع میکنید، همون دوایی که پیشتر گفتیم، خصوصا دوای شیموتراپیک هست. اگر میفهمید که مریض تاریخچه استفاده از دواهای شیموتراپی داره و فعلا هم به مریضی به مرحله نوتروپینی رسیده، پس در قدم اول همون دوای قطع میشه. اگر متوترکسات میگیره، متوترکسات قطع میشه. اگر سیکلوفوسفامید میگیره، سیکلوفوسفامید قطع میشه. بعد از او تداوی با مایعات وریدی آغاز میشه. و دو تداوی اساسی در نوتروپینی، یکی اینه که انتیبیوتیک برای مریض داده میشه، چون به سلاید پیشتر هم دیدیم که تمام انتانات به صحنه حاکم میشد. اگر سینوزیت، اوتایتیس، نمونیای، سلولایتیس، پس یکی از تداوی های اصلی انتیبیوتیک های. و دوم کس گرانولوسیت کلونی استیمولیتینگ فاکتوره، جی سی اس اف، که هست دوای میدیم که تحریک کنه تولید خود همی نوتروفیل ها. خیلی تداوی شامل همی دو بخش میمشه که انظاری هم بستگی به عامل سببی و مدت زمان و شدت مریضی رو داره. تداوی رو که گفتیم شامل انتیبیوتیک های، شامل فیلگرستین. فیلگرستین همی دوایی که تحریک کننده تولید همی نوتروفیل های که میبینیم. تأثیرات ناهنجاری های نوتروفیل که هست، میتونه که اختلال در عملکرد آنی و ضعف دفاعی میزبان باشه. وقتی که سیستم دفاعی ضعیف بشه، قسمی که پیشتر هم گفتیم، انتانات نفوذ میکنه، انتانات باکتریایی، انتانات فنگسی، زخمای افتوس در غشای مخاطی ایجاد میشه، التهاب لثه ایجاد میشه، امراض دهانی دندانی ایجاد میشه، انتانات جلدی، انتانات گوش، سیستم تنفسی فوقانی، سیستم تنفسی تحتانی، انتانات در این قسمت ها نفوذ میکنه و حتی دلگیری استخوان. اینا همه به علت چی میشه؟ به علت از اینه که نوتروفیل ها تعداد اینا کمه و سیستم دفاعی میزبان ضعیف میشه. تشکر از شما، موفق باشید.